اگر کسی ولی عصر رو بشناسد و توجه داشته باشد نباید گناه کنه. حاضر نیستی جلو بابات گناه کنی، جلو مادرت حیا میکنی گناه کنی، خواهی خدای نکرده معصیت کنی، پرده ها رو میآویزی، در رو قفل میکنی. خوشا به حال اون کسانی که مؤمن بودن و مؤمنی که لیاقت نصرت حضرت رو داشته باشن. عبد صالحی بود در بلده طیبه قم، علی الله مقام شریف، از صلحا و خوبان بود. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فرمودن روز عرفه در صحرای عرفات در خیمه ولی یأس ارواحنا فدا نشسته بودن، به سعادتی خوشا به حالشون. روز عرفه، صحرای عرفه، خیمه حضرت حدود جبل الرحمه زده می شود در بین موالیان. ناقلم آدم کوچکی نیست، آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه که مورد وثوق علما است، ایشون نقل کردن، در کتب معتبرم نوشتن. روز عرفه، صحرای عرفات، در خیمه صاحب الامر نشسته بودن، از چند نفر یاد کرد امام عصر و از اونها راضی بود. مهم، یکیش این بنده صالح خدا مرحوم آقا فخر تهرانی رضوان الله علیه بود که حقیر مکرر محضرش رو درک کرده بودم زمانی که قم بودم. حضرت از او اظهار رضایت کردن، فالحق ما رویتمو زیارت آل یاسین میخونی، والباطل ما از ختمو. لبخند امام عصر به همه دنیا و آخرت میارزد. حضرت از کسی راضی باشه؟ حضرت از او اظهار رضایت کردن، فرمودن وقت اومدم قم که از علما رو فرستاده بودن، از فضلای قم رو پیش ایشون که هنی انلک موشه جان خوش به حاله، آقای تو صاحب از زمان از تو راضی هستن. این جمله رو که شنیده بود خیلی گریه کرده بود اون بزرگوار، گریه شوق، خیلی سعادت میخواد. کسی که امام صادق علیه السلام فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من مهدی را درک کنم تا زنده ام خادمی او را میکنم. کسی که همه انبیا و اولیا در انتظار او به سر بردن، کسی که موعود همه ادیان الهی است، کسی که عیسی مسیح در بیت المقدس از آسمان هبوط می کند و به او اقتدا می کند، کسی که به یمنهی رزق الورا، کسی که علت مبقیه هستی اوست، بگوید من از این موالیم راضیم. گفتم خب فکر میکنی چه عملی داری که آقا ازت راضیم؟ گفته بود گمانم این است رضایت آقام به خاطر این صفت من باشد، مرا مادریست علویه، سالهاست چشماشو از دست داده، سالهاست کارهای او رو خودم انجام میدم، خودم رو کولم میذارم حملش میکنم، خودم موهاشوشونه میزنم، تمام کارهای او رو خودم انجام میدهم. اگر آقایم صاحب از زمان از من راضی اند و لبخند رضایت بر لب حضرت نشسته است، به خاطر خدمت به این مادر باشه. به گونه ای باشیم که جزء لشکریان حضرت باشیم، مؤمن باشیم، اهل تقوا باشیم. ببینیم آقا از ما چه خواستن،
فاستبغوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا.